افزایش نگرانی‌ها از محدودتر شدن اینترنت در ایران از طریق تصویب و اجرای طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی یا هر مسیر دیگری، بحث اینترنت ماهواره‌ای این روزها داغ شده. اما اینترنت ماهواره‌ای چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ و آیا اساساً ارتباطی به کاربران داخل ایران دارد؟ دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای یکی از راهکارهای اتصال به اینترنت پرسرعت است که از طریق ماهواره‌های ارتباطی فراهم می‌شود. این نوع دسترسی به خصوص برای کاربرانی که در مناطق با پوشش ضعیف اینترنت هستند بسیار مناسب است. هم‌اکنون چند شرکت در حال ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای هستند که از جمله آنها می‌توان به شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک اشاره کرد. کاربران استارلینک برای استفاده از اینترنت ماهواره‌ای این شرکت با هزینه حدود $500 تجهیزات اتصال به این اینترنت را دریافت می‌کنند و سپس به صورت ماهانه $99 حق اشتراک پرداخت خواهند کرد. این تجهیزات شامل یک سه‌پایه، یک روتر وای‌فای و یک ترمینال رایانه است. اینترنت استارلینک هم اکنون بیش از 10,000 کاربر در سراسر جهان دارد و اینترنت ارائه شده توسط آن به وسیله بیش از 1,200 ماهواره این شرکت فراهم می شود. هدف استارلینک این است که تا سال 2027 تعداد ماهواره های خود را به 42,000 عدد برساند. سرعت اینترنت ماهواره استارلینک بین 50 تا 150 مگابیت بر ثانیه است، اما این سرعت گاهی بیش از 200 مگابیت بر ثانیه هم ثبت شده. هم اکنون اینترنت استارلینک تنها در استرالیا، نیوزلند، مکزیک، شمال آمریکا، جنوب کانادا و بریتانیا فعال است. اما شرکت‌های دیگری از جمله آمازون هم به این عرصه وارد شدند. نکته مهم اما این است که دسترسی به این نوع اینترنت به همین سادگی‌ها هم نیست و استارلینک باید برای پوشش اینترنت خود در یک منطقه از سازمان‌های مربوطه در کشورها مجوز دریافت کند. مثلا در ایران دست کم باید مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را داشته باشد.